بسم الله الرحمن الرحیم. لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنه. اگر بندگان می دانستند که چه آثار و برکتی در ماه رمضان نهفته است، آرزو می کردند که رمضان یک سال باشد. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت همه شما بیننده های عزیز و روزه‌داران گرامی. انشالله که طاعات و عبادات همه شما خوبان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خدای متعال را سپاسگزار هستیم که بار دیگر توفیق عنایت کرد مهمان خانه های شما عزیزان باشیم با یکی دیگر از برنامه های آوای ملکوت از حوزه علمی خدیجه کبرا سلام الله علیها. قرآن کریم یکی از کتاب‌هایی است که علاقمندان بیشماری دارد و آثار زیادی را بر دلها و قلوب انسانها می‌گذارد و از جمله گروه‌ها و فرقه‌های خاصی با وجود آمدند که قرآن را مطالعه کردند، ترجمه کردند و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام دادند. از جمله این گروه‌ها مستشرقان یکی از گروه‌هایی است که قرآن را ترجمه کردند، تحقیق کردند و تا پایان برنامه انشالله ما را همراهی کنیم ببینیم که چه فعالیت‌هایی را در زمینه قرآن گروه مستشرقان انجام دادند. مهمان برنامه ما خانم رحیمی در برنامه هستند. سلام عرض ادب داریم خانم رحیمی، بسیار خوش آمدین به برنامه و طاعات عبادات شما قبول باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و خدمت همه همکاران شما و خدمت همه بینندگان عزیز شما. تشکر میکنیم، بسیار خوش آمدین به برنامه. در اول هم بیان کردیم موضوع ما قرآن و مستشرقان هست. خیلی خوبه که در اول بر ما تعریف از مستشرقان داشته باشین و کی بودن گروه مستشرقان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مستشرق در لغت به معنای تابان و روشن آمده است، اما در اصطلاح عبارت از خاورشناس‌ها، شرق‌شناس‌ها، دانشمندان و محققان هستند که در مورد مشرق زمین جستجو و تحقیق می‌کنند. مستشرقان مذهب خاصی ندارند، بلکه در پی این هستند که دین را بشناسند، مذهب را بشناسند. بیشترشان مسیحی هستند که قرآن کریم را به زبان‌های متعدد و مختلف ترجمه کردند. مثلا قرآن کریم را به زبان اروپایی ترجمه کرده، به زبان آفریقایی ترجمه کرده است و حتی به زبان هندی هم قرآن کریم را ترجمه کرده است. بسیار خوب، پس اینا در پی مذهب خاص نیستند، بلکه هدفشان جستجو کردن درباره مذاهب و کتاب‌های مقدس است. بسیار خوب، چه انگیزه‌ای داشتن مستشرقان ای که تحقیق کردن و ترجمه کردن قرآن عظیم شأن را؟ گرچه ما به صورت یک نواخت نمیتوانیم داوری بکنیم در مورد انگیزه و اهداف مستشرقان. بعضی از مستشرقان که هستند مغرض هستند و در پی ابطال قرآن کریم هستند. از این رو شروع کردن به ترجمه قرآن کریم و آمده قرآن کریم را به صورت غیر معتبر و به صورت افتراآمیز ترجمه کردن. دیدگاه دانشمندان اسلام در مورد مستشرقان که آمده قرآن را ترجمه کرده، سه دیدگاه به وجود آمده است. دیدگاه اول، برخی از مسلمانان به این عقیده هستند میگویند که قرآن کریم را که مستشرقان آمده ترجمه کرده است به زبان‌های متعدد، یک خدمت بزرگ را به اسلام کرده است. و دسته دوم از مسلمانان به این عقیده هستند میگویند که مستشرقان که آمده قرآن کریم را به زبان‌های متعدد ترجمه کرده است، یک نوع خیانت به اسلام هستند. دسته سوم از مسلمانان به این عقیده هستند میگویند ما به طور کلی نمیتوانیم همه مستشرقان را محکوم بکنیم، بلکه برخی از مستشرقان بودند که با اسلام و قرآن دشمنی داشتند و از این رو شروع کردند به ترجمه کردن قرآن کریم به زبان‌های متعدد. در هنگام ترجمه کردن قرآن کریم به حقیقت و حقانیت اسلام پی بردند و همچنین به عظمت و اعجاز قرآن پی بردن. در نتیجه تسلیم شدن و اسلام از دل و جان قبول کردن. ولی برخی از مستشرقان اسلام قبول نکردند و این را پی بردن که قرآن کریم یکی از عجایب جهان است و قرآن کریم یکی از اعجاز نیز شمرده شده است. بسیار خوب. یعنی بعضی هایی که دیدگاه حق گرایانه داشتن اینا تانستن که به اسلام هم وارد شدن، ولی بعضی هایی که دیدگاه مغرضانه داشتن فقط پی بردن که قرآن یک کتاب مهمی است و به ترجمه قرآن پرداختن. سیمای زیبای قرآن کریم از دیدگاه مستشرقان چگونه است؟ سیمای زیبای قرآن کریم از دیدگاه مستشرقان، اولین سیمایشان از دیدگاه مستشرقانی است که قرآن کریم وحیانی است و برخورد از اعجاز هستند. در اینجا نظر یکی از دانشمندان امریکایی را داریم که ایشان می نویسد قرآن کریم لفظ به لفظ توسط جبرائیل به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده است که الفاظ قرآن کریم کامل و تمام است، که همین نشان دهنده ای است که قرآن کریم معجزه ای است جاوید و شاهد بر ادعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. قسمت از اعجاز قرآن کریم سبک و اسلوب قرآن کریم هست که سبک و اسلوب قرآن کریم به اندازه با عظمت است که همه جنها و انسها توانایی ندارد یک سوره همانند قرآن کریم را بیاورد. و قسمت دیگر از اعجاز قرآن کریم تعلیمات و پیشگویی های است که در قرآن کریم مندرج هست. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرد درس نخوانده ای بود، این امکان ندارد چنین کلمات و چنین اطلاعات را در قرآن کریم جمع آوری بکند. یعنی آوردن قرآن کریم از نزد یک بشر غیر ممکن است، بلکه جنبه وحیانی داره و از سمت خدای متعال نازل شده. بله. نظریه دوم نظریه ویلدوراند است، یکی از محقق و دانشمند خبرشناسان هستند که در مورد قرآن میگوید سبک قرآن و اخلاق یکی هست. رفتار دینی در قرآن رفتار شامل رفتار دنیوی نیز می شود و همه اموری که در قرآن کریم است از جانب خداوند است که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده است. اموراتی که در قرآن کریم است مانند امور ادبی، تندرستی، تربیت فرزند، ازدواج، طلاق و غیره امور هستند که در قرآن کریم وجود دارد. و نظریه دیگر از دانشمند معروف آلمانی هستند که در مورد قرآن کریم می نویسد که قرآن کریم وحی الهی است. لغت قرآن فصیح‌ترین لغت عرب است و بلاغت آن طوری است که همه افکار را به سوی خود جذب می کند. و قرآن کریم دارای موعظه های آشکار است و قرآن کریم به صورت همیشه به معارض خواهد ماند و هر کسی از قرآن کریم در زندگی خود به صورت خوب استفاده بکند زندگی آرام و زندگی گوارای خواهد داشت. بسیار. سیمای دیگری از قرآن کریم از دیدگاه مستشرقان فصاحت و بلاغت قرآن کریم هستند که مستشرقان خودشان اعتراف کردند که قرآن کریم نسبت به کتاب‌های آسمانی و نسبت به غیر کتاب‌های آسمانی دارای فصاحت و بلاغت هستند. یکی از استاد دانشگاه امریکا می نویسد یکی از مزایای قرآن کریم فصاحت و بلاغت آن هست. اگر قرآن کریم به صورت درست تلاوت شود شنوندگان چه به لغت عرب آشنایی داشته باشد چه به لغت عرب آشنایی نداشته باشد قرآن به روح جان آنها تاثیر می‌گذارد. بسیار. یکی از شخصیت‌های مشهور انگلیسی می‌نویسد که به گفته تمام خبرشناسان دنیا قرآن کریم به منتهای درجه فصاحت و بلاغت نازل گردیده است. بله، در همون زمان هم که قرآن کریم نازل میشه خیلی از افراد ادیب و فصیح وجود دارن که آثار ادبی داشتن به شکل فصیح، ولی وقت قرآن نازل میشه یعنی نور قرآن روشنتر و تابناکتر از تمام او آثار است که در زمان خودشان داشتند. بله. و دیگر یکی از دانشمندان اروپایی می نویسد که قرآن با زیبایی و جاذبه خود تمام مردم را مجذوب خود ساخته است. بله. و فصاحت و بلاغت آن طور است که رغبت زاید الوصف را در خواننده ها ایجاد می کند. بله. و سیمای دیگری از سیمای قرآن کریم از دیدگاه مستشرقان، سیمای دیگرشان برتری قرآن کریم نسبت به سایر کتاب‌های آسمانی و غیر کتاب‌های آسمانی هستند که در این زمینه جوزف ارنست رنان یکی از فیلسوف معروف فرانسوی می نویسد که در کتابخانه من 1000 جلد کتاب هست که من بعضی از آنها را اصلا مطالعه نکردم و اگر بعضی آنها را مطالعه کردم یک بار مطالعه کردم، ولی بعضی از اون کتاب ها فقط به خاطر زینت کتابخانه من هست. یگانه کتاب هست که همیشه مونس من هست و هر وقت من خسته شوم او را مطالعه می کنم و اگر بخواهم درهای از رحمت و از درهای از رحمت و کمال به روی من باز شود آن را مطالعه می کنم. آن کتاب قرآن است و کتاب آسمانی مسلمانان و همچنان ایشان معتقد است اگر گفته کسی معتقد باشد که کتاب از آسمان نازل گشته است او فقط قرآن کریم می باشد، به خاطر که امتیازاتی که قرآن کریم دارد دیگر کتاب های آسمانی و غیر آسمانی او امتیازات را ندارد. پس چه خوب است که ما مسلمان ها هم ایره بر خود ما وظیفه بدانیم که تحقیق داشته باشیم در زمینه مسائل قرآنی، مخصوصا کسایی که دسترسی به علم و قلم دارن، انسان های باسواد هستن، باید اینا بیشتر جنبه تحقیقی داشته باشه قرآن خواندنشان و قرآن را به شکل مطالعه‌ای ما بخوانیم. این نعمت بزرگی است که ما در ماه رمضان میتونیم آغاز کنیم و بیشتر زمینه فراهم است برای تاثیرگذاری از قرآن کریم. تشکر میکنم خانم رحیمی. یک میان برنامه آماده نشر است، با هم دیگه میبینیم انشالله در ادامه صحبت ها خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی را با هم دیگه میبینیم، ما را همراهی کنیم. دوستان عزیز، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه خودتان. بحث ما در رابطه با قرآن و مستشرقان ادامه داشت. سوال را مطرح کردیم که قرآن کریم چه سیمای زیبایی در نزد مستشرقان داشته. جوابش را هم ادامه داره، از خانم رحیمی میشنویم. بفرمایید. در مورد سیمای زیبای قرآن از دیدگاه مستشرقان بودیم که در مورد برتری قرآن نسبت به دیگر کتاب‌های آسمانی و غیر آسمانی بودند. نظریه دیگر از دانشمند فرانسوی هستند که می نویسد اگر قرآن کریم و انجیل را به یک فرد غیر متدین بدهد من یقین دارم که آن شخص قرآن را انتخاب می کند، به خاطر که قرآن ظاهر افکار را تعلیم می دهد و همچنان قرآن به اندازه کافی بر مبنای عقلی منطبق هستند. و سیمای دیگر زیبای قرآن کریم از نگاه خاورشناسان تاثیرگذاری قرآن بر نفوس بشر هستند که همه خاورشناسان به اعتراف کردند که قرآن کریم بر سایر نسبت به سایر کتاب‌های آسمانی و غیر آسمانی بر نفوس بشر تاثیر می‌گذارد. زمانی که از دکتر گریناد دلیل مسلمان شدنشان را میپرسد در جواب میگوید من تمام آیات قرآن کریم را مطالعه کردم. آیات قرآن کریم که در زمینه علوم طبیعی، بهداشتی و طبی بود مطالعه کردم و فهمیدم که علوم قرآنی با علوم جدید منطبق هستند و از این رو مسلمان شدم و یقین دارم که هر عالم بیاید آیات مربوط به علم خود را در قرآن کریم مطالعه بکند و خود را از هر گونه غرض دور نگه دارد مانند من مسلمان خواهد شد. بسیار خوب. یعنی واقعا اگر انسان دیدگاه مغرضانه نداشته باشه و دیدگاه حقگرایانه داشته باشه بیای به سمت قرآن، حتما قرآن او شخص را مایه هدایتش میشه و به دین اسلام رو میاره. بله. و یکی از محققین انگلیسی می نویسد آیات و کلمات قرآن در قلب و زبان ما جای گرفته است و با گوشت و استخوان و آنچه در وجود ما است درآمیخته است. از یکی از مستشرقان در مورد کتاب‌هایی که بر نفوس بشر تاثیر بیشتر دارد پرسان شده بود. در جواب می نویسد چندین کتاب را که بر نفوس بشر تاثیر بیشتر دارد و در آخر می نویسد که کتاب چهارم که کتاب قرآن کریم است از همه بیشتر بر نفوس بشر تاثیر بیشتری دارد. کتاب قرآن کریم کتاب هست که شامل علمی، دینی، اجتماعی، اخلاقی، تهذیبی، تاریخی و غیره می باشد و قوانین و مقرراتی که در قرآن کریم آمده است با اصول و قوانین امروزی کاملا منطبق می باشد و قرآن کریم برای همیشه قابل پیروی و عمل هست و اگر کسی بخواهد دین را انتخاب بکند که سیر آن با تمدن بشر پیشرفت داشته باشد فقط دین اسلام است و اگر بخواهد که معنای دین را بفهمد باید قرآن کریم را مطالعه بکند. بسیار خوب. اگر یک شخص مسلمانی حرفا را می داشت، ما می گفتیم شاید به خاطر از اینکه مسلمان است یا از روی احساسات این حرفا را گفته، ولی وقت مستشرقان کسایی که مثلا بیگانه تر حساب میشن اینا میان این حرفا را میزنن، واقعا انسان به حقانیت قرآن بیشتر پی میبره. بله، سیمای زیبای قرآن کریم، سیمای دیگر زیبای قرآن کریم از دیدگاه مستشرقان وحیانی بودن قرآن و سلامت آن از جعل و تحریف است. قرآن کریم کاملترین و آخرین کتابی هست که از طرف خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شده است که قرآن کریم دارای ویژگی هایی هستند نسبت به سایر ادیان. این ویژگی ها زمان خودنمایی می کند که عالمان دیگر ادیان ها خودشان اعتراف کردند که کتاب های ما یا غیر آسمانی هستند و یا کتاب های ما تحریف شده است. کشیشان مسیحیان خودشان اعتراف می کنند، می گوید اناجیل اربعه زمانی که بعد از زندگانی حضرت عیسی علیه السلام تألیف شده است، یا همچون کاتبان وحی با بازنویسی های وحی که خداوند به حضرت عیسی وحی شده بود با آنها نپرداخته است. اینها بلکه به خاطرات از زندگانی حضرت عیسی و رفتار حضرت عیسی و همچنان مسافرت حضرت عیسی پرداختند و همچنان مکالمات حضرت عیسی و همچنان امون نصایحی که برای مردم کرده بود پرداختند و یا نامه های کشیشان حواریون را که به مردم نوشته بود پرداختند. پس از نظر خود مسیحیان اناجیل اربعه‌شان کتاب آسمانی نیستند یا اینکه تحریف شده است و همچنان زردشتیان خودشان اعتراف کردند و میگویند از جمله 50 جلد کتاب اوستا فقط یک تایان باقی مانده است و دیگر آنها تحریف شده هستند. بنابراین تنها کتاب آسمانی موجود در جهان معاصر که تمام آیاتش از طرف خداوند برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده است قرآن کریم می باشد که از هر گونه تحریف و از هر گونه تغییر مسئول می باشد. بسیار خوب، پس قرآن کریم کتابی است که از هر گونه تحریف به قول شما مسئول است و اصلا امکان نداره که تحریف و دستبرد در قرآن امکان داشته باشه، به خاطر اینکه حتی ما در برخی از آیات قرآن داریم که خداوند خودش وعده حفاظت از قرآن را میده. این دلیل بر این است که هیچ کس توانایی از این را نداره که قرآن را تحریف کنه یا مورد دستبرد قرار بده. قسمی که شما هم قبلا در برنامه اشاره کردین که حتی تمام انسان ها و تمام جن اینا بیان با همدیگه پشتیبان شوند و سوره یا آیه مثل قرآن را بیارن هیچ وقت آورده نمیتونن و مباحث دیگه هم در برنامه صورت گرفت در رابطه با قرآن و مستشرقان که مستشرقان یکی از گروه های بودن که در رابطه با قرآن اینا تحقیق کردن و ترجمه های مختلف را از قرآن ارائه دادن. خیلی از انگیزه های مختلف هم اینا داشتن که شما بیان کردین، بعضی هایی که دیدگاه حق داشتن یعنی بدون اغراض پرداختن به قرآن هدایت شدن و اونایی که حتی به اسلام هم رو ناوردن به حقانیت قرآن اعتماد پیدا کردن و این برشان ثابت شد. اگر بحث شما ادامه داره بفرمایید. یکی از خاورشناسان باز هم در مورد اینکه قرآن تحریف نشده نظریاتی دارند. خاورشناس و نویسنده سوئیسی می‌نویسد قرآن از نظر اصیل و سالم ماندن از هر حوادث تاریخی بی‌نظیر هستند. قرآنی که امروز در نزد ما هست همان قسم به همان ترتیب است که توسط حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمع‌آوری شده بود به همان قسم هستند، با وجود آن که مطالب در آن روز بر روی پارچه ها یا بر روی چوب ها نوشته می شد. قرآنی که ما امروز می بینیم آیاتش همین قسمی که حال هستند همان در روز زمان هم همان قسم بود. متاسفانه گفتن که در کتاب انجیل و تورات چنین کار انجام نگرفته است. مهم این است که قرآن در مدت 12 قرن کوچکترین تغییر و تبدل در قرآن کریم راه نیافته است. ما می‌بینیم که چنین امتیازی در دین یهودی و در دین مسیحی وجود ندارد. بسیار خوب، پس چندین سال از نزول قرآن میگذره ولی باز هم با اون شکل که در اول بوده قرآن همچنان باقی است و تا قیامت هم باقی خواهد بود. مباحث مهم را اشاره کردین. تشکر میکنیم از شما خانم رحیمی که به برنامه تشریف آوردین. انشالله که همون ما توفیق داشته باشیم قرآن را تلاوت کنیم و بر علاوه از اون مطالعه داشته باشیم از قرآن. یعنی به اصطلاح میگن خوب است که از قرآن خوان کرده قرآن فهم باشیم، این به مراتب بهتر و بالاتر است. بازم سپاسگزار هستیم از شما. بیننده های عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. ناگزیر هستیم از حضور گرم شما خوبان مرخص شویم تا برنامه بعد که دوباره در خدمت شما خوبان قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. التماس دعا داریم.